حرف آخر رو همین اول بگم که بیچارگان یه فیلم بزرگ جعلیه، عظیم ولی قلابی. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. مثل دکورهای صحنه‌های پرتزئیناتش تو خالی و مثل شخصیت اصلیش حاصل یه جراحی نچندان موفق. توجه داشته باشین که از اینجا به بعد داستان فیلم لو میره. داستان بیچارگان علارغم سعیش برای پیچیده نمایی خیلی ساده است. یه دانشمند به اسم گادوین که به طور مختصر بهش میگن گاد، یه جراحی انجام میده روی یک زنی که خودکشی کرده و فرزندی رو که این در دل داشته مغزش رو میذاره توی سر خود این زن. حاصل این جراحی میشه دختری به اسم بلا که قادر یاد بگیره، بفهمه و به مرور پیشرفت بکنه و شبیه انسانها بشه. این زن شروع میکنه به سفر کردن، به لیسبون میره، اسکندریه، پاریس و در نهایت برمیگرده به لندن پیش خالقش گاد، جایی که قراره گاد در آرامش بمیره و مخلوقش پا جای پای او بذاره. در اصل داستانی در کار نیست، یه جور موقعیته که سعی کردن این موقعیت رو در طول سفر قهرمان و متناسب با تغییراتی که قهرمان میکنه بست بدن. ولی پایان فیلم بعد از مدت زمان خیلی طولانی که میگذره در اصل به ما یادآوری میکنه که از نقطه شروع جایی نرفتیم و هنوز در ابتدای فیلم هستیم. حالا شاید این سوال پیش بیاد که چرا جشنواره‌ها و مخاطبین به همچین فیلمی روی خوش نشون دادن. پیش از هر چیز شاید به خاطر سادگیش باشه، همین خط ساده داستانی و همین تحولات شخصیتی قابل پیش بینی که عملا جایی برای فکر کردن باقی نمیذاره. یه سری رمزهای ساده رو پیش رو میچینه که مخاطب اینها رو اصطلاحاً رمزگشایی میکنه و از ذوق این رمزگشایی احتمالاً احساس برتری بهش دست میده. از جمله این که سفری که بلا میره، این سفر ظاهراً دور و دراز، نمادی از تولد انسان، کودکی، نوجوانی و بعد رسیدن به بلوغ. نماد چندان پیچیده‌ای نیست و اینکه جوری چیده شده که کم ارتباط ترین مخاطب ها با سینما هم، کسایی که فیلم نمیبینن و عادت ندارن فیلم ببینن، هم این اصطلاحاً استعاره رو درک کنن. و جالب این که خیلی هم تو مصاحبه ها عوامل فیلم گفتن که فیلم استعاریه، متافوری، که مدام روی این جنبه تاکید کردن که دیگه هیچ کسی این استعاره رو از دست نده. اینکه انسان در طول سفرش، سفری که به سمت بلوغ و پختگی میکنه، یاد میگیره که مالک تن خودش باشه، یعنی این شعارهای خیلی گل درشت و نخنما رو هم توی این استعاره گنجوندن، و اینکه در پایان تبدیل بشه به خالق، کسی که خودش مخلوقه. توی فیلم میبینیم که به چنان قدرتی دست پیدا میکنه که در پایان فیلم خودش یه خالقه، خودش یه به وجود آورنده است. و شاید مهمترین بخش این متافور، این استعاره، این باشه که بلا یاد میگیره نذاره هیچ مردی، مطلقاً هیچ مردی صاحب تنش بشه و اونو در بند کنه و جلوی آزادیش رو بگیره. وقتی که میگم هیچ مردی، یعنی اول از همه خالقش گاد و بعد اون دستیار خالق، اون جوان همیشه مؤدب، همیشه ممنون، که هر بلایی سرش میاری در نهایت تشکر میکنه و همراهی میکنه، و نفر سوم اون معشوق مجنون، و چهارمین نفر هم شوهر سابق بلا، اون مرد دیوانه‌ای که در انتها تبدیل میشه به بز. بیچارگان در این سطح فیلمی ایدئولوژیک و حتی شاید خطرناک. سوار موج فمینیسم افراطی میشه و این موج سواری رو میتونید از معنای سفری که بلا میره استنباط بکنید. معنای سفری که بلا میره رو اون دستیار جوان میگه در پایان فیلم، وقتی بلا که ترکش کرده و به یه سفر دور و درازی رفته برمیگرده و میگه که همچنان حاضری با من ازدواج بکنی با اینکه میدونی من یه مدتی روسپی بودم، اون جوان جواب میده که
این تن خودته و تو آزادی هر کاری که دلت میخواد با تن خودت بکنی. قطعا هر آدمی، هر انسانی مالک تن خودشه، تو این قضیه شکی نیست، ولی فیلم سعی میکنه این قضیه رو تبلیغ کنه. یعنی یک فیلم سینمایی نیست، یک فیلم تبلیغاتیه و همین جنبه تبلیغاتی بودن فیلمه که حال تماشاگر رو به هم میزنه، یا حداقل این یک نفر تماشاگرش رو حالش رو به هم زده. ایدئولوژیک بودن فیلم به همینجا ختم نمیشه و باید شهر اسکندریه رو هم به خاطر بیاریم. وقتی که کشتی بلا و معشوقش میرسه به اسکندریه، بلا یه صحنه ای میبینه، میبینه که تعداد خیلی زیادی از فقرا و تنگ دستان جامعه در طبقات پایین جمع شدن و بر جنازه ها مویه میکنن. بهش میگن که اینا آدم های فقیری هن و به خاطر فقره که دارن بر جنازه فرزندانشون، کودکانشون زار میزنن. بلا در یه تحول خیلی ناگهانی و به نظر من قدری عجیب تصمیم میگیره که تمام پولهای معشوقش رو که اون همون پولا رو توی قمار برده ببخشه به این فقرا. و از اونجایی که خب دنیا رو نمیشناسه و با ساز و کار دنیا آشنا نیست، اعتماد میکنه به دو تن از خدمه کشتی و تمام این پولا رو میده به اون خدمه ها که اون پولا رو بدن به فقرا، پولایی که ما میدونیم هرگز به دست فقرا نمیرسه. نکته اینه که وقتی میاد روی کشتی و یه احساس راحتی وجدان داره، یکی برمیگرده بهش میگه که به فقرا نمیشه کمک کرد و تو باید با این حقیقت کنار بیای که هیچ کاری نمیشه برای اینا کرد، تنگ دستان رو نمیشه نجات داد. و این همون حرفیه که سرمایه‌داری خیلی ازش خوشش میاد. کاپیتالیست‌ها سال‌هاست دارن سعی میکنن بگن که تعداد فقرای دنیا خیلی زیاده و ما نمیتونیم همه اینا رو نجات بدیم و حتی اگر هم نیت خیلی داشته باشیم و بخوایم بهشون کمک کنیم ممکن نیست. فیلم عملا به صورت مستقیم و نه ظریف و هنرمندانه دفاع تمام قد و جانانه ای از سرمایه داری، کاپیتالیستایی که میگن که ما گناهی نکردیم زندگی مرفهی داشته باشیم، سوار بهترین کشتی ها بشیم، به بهترین رستوران ها و هتل ها بریم و بازی های کوچولوی خودمون رو از سر بگذرونیم چون نمیتونیم به کسی کمک کنیم. یه جور رفع تکلیف کردن بچگانه و ساختن حاشیه امن که فیلم خیلی خوب به عنوان مبلغ این ایده عمل میکنه. پس فیلم در این دو مسیر شدیداً واپسگرا و تبلیغاتی. اولین مسیر منتهی میشه به اون پایان، پایان عجیبی که دو زن در باغچه نشستن، بلا و همراهش کسی که در روز بیخونه باش آشنا شده و ما دیدیم که اینها میتونن معشوق هم باشن، عاشق و معشوق هم باشن. اونا نشستن توی باغچه، یه مرد سربزی رو حرف گوش کن داره بهشون سرویس میده، خدمات میده، براشون نوشیدنی میاره و مرد دیگه، مرد سرکش که به صورت یک بز در اومده، داره توی علف ها میچرخه. انقدر فیلم عجله داره برای انتقام گرفتن که فراموش میکنه به لحاظ سینمایی و به لحاظ هنری چه پایان زمخت و زبر و بی‌ظرافتیه این پایان. یعنی ته سفری که بلا میره به کجا میرسه؟ به اینکه تکیه بزنه بر صندلی پدرش گاد، خالقش گاد، و مردی به او سرویس بده، به او نوشیدنی بده، مردی که صبورانه و سربزیر تسلیم همه خواستای بلا شده و مرد دیگه‌ای که میخواسته بلا رو به چنگ بیاره تبدیل بشه به یک بز و اونجا برای خودش بپلکه. خب قدری هم قابل درکه دیگه، این که لانتیموس همچین تصمیمی گرفته، همچین موضوعی رو انتخاب کرده، خیلی مده، خیلی خریدار داره. اینکه شما بعد از جنبش‌های مثل جنبش میتو و که به کنسل کردن خیلی ها منجر شد از جمله کوین اسپیسی و دیگران، شما فیلمی بسازید درباره قدرت مالکیت تن، اینکه زن باید مالک تن خودش باشه حتی به قیمت اینکه تصمیم بگیره به دلخواه خودش تو روس بیخونه کار بکنه. و اینکه مردای فیلم رو شما نگاه کنید، 4 مرد توی فیلم هستن به جز اون موجودات وقت برگشته ای که راهی روس بیخونه میشن تا بلا در نهایت بزرگواری به سرشون دست
محبت بکشه، چهار تا مرد تو فیلم داریم. یکی شخصیت خود گاده که با اون صورت دفرمه شبیه هیولاست و حتی چند بارم میشنویم که هیولا خطابش میکنن، اول فکر کنم یکی از دانشجوهاشه. و دومی مرد اون معشوق روانیه با بازی مارک روفالو که اصلا ثبات نداره، دیوانه است و در پایان هم عملا کارش به تیمارستان میکشه، در مشت بلا خورد و خاکشی میشه و راهی بیمارستان تیمارستان میشه. مرد سوم همسر سابق بلاست که یه آدم کاملا جانی و دیوانه است و میخواد آلت تناسلی زن رو با یه عمل جراحی در بیاره که تبدیل میشه به بز. و چهارمی مرد که مرد مورد تایید فیلم هم هست، همین جوان دستیار گاده، جوانی که عملا هر اتفاقی براش میفته از جانب بلا صرفا پذیراست، پذیرنده این اتفاقاته و در پایان هم خیلی سربزیر و مؤدب تو اون باغچه نقش خودش رو ایفا میکنه. بلا چه جور شخصیتیه؟ چه هویتی داره؟ من فکر میکنم هیچ هویتی، یعنی در ابتدای فیلم قرار هیچ هویتی نداشته باشه، مثل یک کودک که واقعا هم به لحاظ ذهنی کودکه، پاک باشه و یاد بگیره و بفهمه و بالغ بشه. اما در پایان فیلم وقتی که میرسیم به اوج این بلوغ و این دیگه به آرامش رسیده و ظاهرا حرفای خردمندانه میزنه و دیگه رفتارهای عجیب غریب نمیکنه، این چه شخصیتیه که باهاش روبرو هستیم؟ مجموعه ای از اشتباهایی که کرده و یا آدمی که خردمنده و رسیده به پختگی مطلق؟ من فکر میکنم مجموعه ای از اشتباهاتی که کرده. تلاش فیلم اینه که مدام ثابت کنه به تماشاگر که اراده زنها برای در اختیار گرفتن و در کنترل گرفتن سرنوشت خودشون اراده خیلی مهمیه و البته خب ما هم تو این شکی نداریم، اما روشی که فیلم بهش میپردازه در نهایت منجر میشه به یه شخصیتی که از ابتدا تا انتهای فیلم ما فقط مجموعه از اشتباهات ازش دیدیم و مدام هم خودش از این اشتباهات پشیمون شده. قرار بوده از تمام مردان زندگیش بهتر باشه و عملا میبینیم که یکی از مردان رو تبدیل میکنه با یک جراحی به یک حیوان، یکی از مردان رو عملا پا جا پای او میذاره، یعنی پدرش، مرد دیگر رو راهی تیمارستان میکنه و ترکش میکنه به کل، و مرد آخر رو هم عملا در مشت داره تو اون دیالوگایی که بغل دریاچه یا اگر اشتباه نکنم تو اون سبززار اواخر فیلم دارن با هم قدم میزنن، شما قشنگ متوجه این برتریه میشید دیگه، برتریه که ابتدای فیلم دستیار نسبت به بلا داشته و اونجا بلا نسبت به دستیار داره. با چه جور شخصیتی طرفیم؟ این شخصیت چه هویتی داره؟ من فکر میکنم هیچ هویتی نداره بجز تمام این اشتباهاتی که از ابتدای فیلم کرده، ابتدای فیلم ناآگاهانه و تا انتهای فیلم ناآگاهانه. یعنی اونجایی که همسر آیندهش رو در کلیسا رها میکنه تا بره به قصر همسر پیشین، این چه تصمیمیه که منجر میشه به اون زندانی که براش ساخته میشه؟ به نظرم این تصمیمیه که فیلم نامه نویس گرفته برای بلا، نه تصمیم طبیعی که شخصیت میتونه در مسیر پخته شدن بگیره. فیلم نامه نویس این تصمیم رو برای بلا گرفته به این دلیل که هیچ جای نقدی برای این شخصیت باقی نذاره، یعنی شخصیت انقدر قراره در نهایت حتی اخلاقی هم رفتار بکنه که به شوهر سابقش هم نه نگه و همه پرونده ها رو ببنده تا اینکه در پایان فیلم برسیم به اون آرامش در باغچه. خیلی زیاد درباره جنبه‌های بصری این فیلم صحبت شده، این انگار تکی کلام خیلی از شبه سینفیل‌های این روزاست که وقتی شما درباره فیلمی باشون صحبت می‌کنین و نظر مخالف یا نقدی نسبت به اون فیلم دارین، به خصوص نسبت به مضمون اون فیلم، به شما جواب میدن که آره درسته ولی تصویر و نور و قابشو دیدی چه قاب بندی داشت، دیدی چه تصویر برداری داشت. این یه مقدار عجیبه به خاطر اینکه انگار برای این عده از سینفیل ها
قابل درک نیستش که فرم صرفا تصاویر نیست، صرفا تدوین نیست، صرفا رنگ و نور نیست و صرفا بازی های بصری نیست. معنا هم در اون مایه هم بخشی از فرمه، اینا به هم وصلند و با هم جلو میرند. و اینکه شما صرفا بخواید یه سری تصویر زیبا ببینین که با مهارت تکنسین های امروز تصویر برداری شدن و به خصوص بعد از تصویر برداری در مراحل پس از تولید خیلی تقویت شدن، این لزوماً باعث نمیشه که شما این فیلم رو بتونین دوست داشته باشین، به خاطر اینکه چشم از یه جایی به بعد نه فقط عادت میکنه بلکه ندیده میگیره. به همین دلیل من فکر میکنم شخصا نمیشه فیلمی رو صرفاً به خاطر قدرت تصاویرش دوست داشت، اگر معنا و مضمون و درون مایه‌ای در کار نباشه، که من فکر میکنم در مورد این فیلم در کار نیست و اینجا بیشتر دکور، نورپردازی، بازی و پرش بین سیاه و سفید و رنگی، تصویر برداری و همه چیز دارن سعی میکنن که ما رو، توجهمون رو از خلأ داستان دور کنن، ما بیشتر غرق این زیبایی های تصویری بشیم که خب خیلی هم میشن. و من به یاد میارم که به خصوص تو جشنواره ونیز درباره نوع لنزا و نوع عدسی هایی که استفاده شده بود خیلی صحبت میشد، نوع دکورها، آدم ها حرف میزدن، انگار که شیدای اون چیزی شدن که دیدن و نه اینکه این چیزی که دیدیم قراره که متضمن چه معنایی باشه، چه مفهومی باشه و چه داستانی رو جلو ببره. شما اگر همین داستان رو، داستان همین فیلم رو از این صحنه ها و این دکورها جدا کنی، اون وقت خواهید دید که با چه استخوان بندی نازکی طرفی. قاعدتا شکی نیست که طراحی لباسای فیلم بسیار چشم نوازه و اینکه احتمالاً بسیار از کسایی که علاقه مندن به این رشته جذب این طراحی ها میشن که به نظر من در کلاس جهانی اتفاق افتاده، ولی اینها به تنهایی هیچ ارزشی برای هیچ فیلمی نیستن، به خصوص اگر اون فیلم فیلم داستانی باشه نه موزیک ویدیو. ما توی موزیک ویدیو هر کاری میشه کرد، به خاطر اینکه در نهایت قرار نیستش که یه معنای مشخصی رو انتقال بده. بعضی وقتا بسیاری از موزیک ویدیو هیچ معنایی رو قرار نیست با تصویرشون انتقال بدن، اما با فیلم داستانی قراره که این دکورها همراه و در کنار داستان معنا پیدا کنند و نه به شکل مجزا. به همین دلیل حرکت بین سیاه و سفید و رنگی توی این فیلم یکی از همون اداهایی که دکور رو هم شامل میشه، چون پیشترها در سینما تصاویر رنگی قرار بوده که بیانگر یک شرایط ذهنی و یا درونی باشن و تصاویر سیاه‌سفید به ما بگن که در رویا هستیم یا در واقعیت، اما تو این فیلم صرفاً پریدن بین رنگی و سیاه‌سفیده برای اینکه انگار مدت زمان خیلی خیلی طولانی فیلم ما رو خسته نکنه. و وقتی میگم خیلی خیلی طولانی، در مورد این فیلم خیلی طولانیه، وگرنه ما فیلمایی توی سینما داریم که 4 ساعت، 3 ساعت و نیم، 4 ساعت، 4 ساعت و نیم طول می‌کشن و شما احساس می‌کنید که نیم ساعت فیلم دیدید، به هیچ وجه خسته نمیشیم. ولی این فیلم شما رو خسته میکنه به خاطر اینکه از یه جایی به بعد مدام داره کش میاد. شما احساس میکنید که فیلم میتونست تو پاریس تموم بشه با همون نامه‌ای که میاد درباره مرگ گاد، درباره اینکه گاد در بستر احتضاره، ولی نه، فیلم مدام ادامه پیدا میکنه. و به نظر من اگه با همین سیستم فیلم میتونست 2 ساعت دیگه هم ادامه پیدا کنه و اتفاق خاصی هم نیفته یا 2 ساعت زودتر تموم بشه. مسئله تلاش فیلم برای بزرگ بودن از همینجا شروع میشه، از اینجا که چون در درون بزرگ نیست و چون فیلمساز بزرگی پشتش نیست، سعی میکنه این عظمت رو جای دیگه ای پیدا کنه، از جمله توی تعدد لوکیشن که به ما به خصوص با اعلان‌های خیلی بزرگ بگه که الان در پاریس هستیم، حالا توی اسکندریه ایم، الان در لیسبونیم، حالا برگشتیم به لندن و الی آخر. انگار که این تعدد شهرها قراره که چیزی به فیلم اضافه کنه که فیلم ندارتشون، چون بلا میتونست همین سفر رو تو خود لندن بره، تو حاشیه لندن، تو هومه لندن بره و همین اتفاقات براش بیفته، یعنی مثلا تجربیات جنسی کنه، آدم ها رو ببینه،
برقصه، به روسپی خونه بره و الی آخر. ولی نه، فیلم باید به ما بگه که از نظر جغرافیایی خیلی وسیعه، از نظر همونطور که داره سعی میکنه به ما بگه، از نظر رنگ و بازی با لباس ها و دکور و تنوع خیلی وسیعه، ولی این وسعت هیچ وقت باعث عظمت پیدا کردن هیچ فیلمی نمیشه و در مورد این فیلم هم اتفاق نیفته، به خصوص که هیچ شهری توی این فیلم واقعی نیست. یعنی باشه قراره ما رو به 4 تا 5 تا شهر ببرید، ولی اینا کجان؟ چه خصوصیاتی دارن؟ شما نگاه بکنید به پاریس که شبیه پاریس کلیشه‌ایه، هر توریستیه که قراره بره به پاریس، یعنی همون تصوری رو که هر توریستی از لیسبون داره به ما میده، همون تصوری رو که هر توریستی از لندن داره، یعنی همون پل و نمیدونم رودخونه و قلعه ها و غیره، همونا رو به ما میده بدون اینکه برای اینا هویت بسازه. یعنی نه فقط تو این فیلم آدما هویت ندارن، که شهرها هم هویت ندارن. هیچ فرقی نمیکنه، شما میتونید اسم این شهرها رو هم عوض کنید، اتفاق خاصی نمیفته. یعنی شما به جای لیسبون بنویسید مثلا مادرید، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این شهرها دارای شخصیت نیستن، برعکس فیلمسازان بزرگ، برعکس استادان سینما که میتونستن از یه روستا یک موجود کاملا زنده بسازن، از یه شهر کوچیک یه موجود کاملا با هویت بسازن. اینجا اصلا چنین خبری در کار نیستش، چند تا شهر داریم که هیچ فرقی نمیکنه الان کجا باشیم، فقط قراره که در پایان برگردیم به لندن، از لندن شروع کنیم و برگردیم به لندن. وارد بحث تقلید از فلینی و روی اندرسون نمیشم چون از حوصله این ویدیو خارجه، ولی اون ارجاع زمختی که لانتیموس میده به بلدوجور، فیلم لویز بانوئل که شخصیتی به اسم بلا آگاهانه تصمیم میگیره که بره به یک روسپی خونه و اونجا مشغول به کار بشه، در حالی که نیاز به این کار نداره، میتونه برگرده هر وقت بخواد میتونه برگرده به لندن، نه فقط قشنگ نیست، بلکه یه انگار که بخشی از همون سیستم وصل پینه زدن لانتیموسه که از هر چیزی از هر جایی یه چیزی رو بگیره و کنار هم بذاره، چند تا تکنسین خوب داشته باشه که سنبادش بزنن و تبدیلش کنن به یه چیز بزرگ، یه چیز عظیم. بیچارگان چنین فیلمی نیست، فیلم بزرگی نیست، ولی سعی میکنه ادای بزرگ بودن رو در بیاره، سعی میکنه ادای اینو در بیاره که داره حرفای زیادی میزنه، معانی زیادی در دلش نهفته است، ولی خیلی در زمینه معنا و مضمون، در زمینه درون مایه دستش خالیه.